سلام به همراهان همیشگی. تا حالا فکر کردی تصویری که تو آینه میبینی واقعا خودتو هستی؟ ما معمولا از روی چهره و ظاهر خودمون احساساتمون رو میفهمیم، ولی شاید این فقط یه تصویر سطحی باشه، یه لایه ظاهری از چیزی که خیلی بزرگتر و عمیق‌تره. ما معمولا فکر میکنیم بدنمون همون چیزی که ما هستیم، چون احساسات و افکارمون رو تو بدنمون حس میکنیم، ولی این فکر خیلی محدوده و ما رو به چیزی که موقتی و زود گذره وصل میکنه. در واقع ما خیلی بیشتر از چیزی هستیم که میبینیم یا لمس میکنیم. بدنمون فقط یه ابزار موقته که ازش استفاده میکنیم. اون تویی که حس میکنی وجود داره در واقع همون چیزی نیست که پیر یا از بین میره. بعضیا به این بخش میگن روح، که همیشه وجود داره و محدود به زمان و مکان نیست. حالا فکر کن اگه یه لحظه از بدنت جدا بشی چی ازت باقی میمونه؟ تصور کن بدن تو مثل یه لباس باشه که میپوشی. وقتی به دنیا میای یه لباس تازه میپوشی و یه روز هم اون لباس رو در میاری. همونطور که لباس تو نیستی، بدنت هم تو نیستی. وقتی به این فکر میکنی میفهمی که زندگی که تجربه میکنی فقط یه قسمت کوچیک از چیزیه که واقعا هستی. بدن تو فقط برای یک مدت کوتاه و محدود به زمان و مکان نقش خودش رو بازی میکنه، اما تو همون آگاهی هستی که پشت همه این هاست. اگه اینو عمیق بفهمی میتونی کل زندگیت رو عوض کنی. امروز میخوایم این مفهوم عمیق رو بررسی کنیم. ایده این که شما چیزی فراتر از ظاهر و بدنتون هستید به این معناست که وجودتون خیلی عمیق‌تر و جاودانه‌تر از چیزی که به چشم میاد. ذهن ما به نوعی میدونه که یک جوهر عمیق‌تر و چندبعدی وجود داره که از اول هسته واقعی ما بوده. امروز قراره یه جور دیگه به این موضوع نگاه کنیم. امیدوارم بتونید ذهنتون رو باز کنید و با قلبتون حرفای این ویدیو رو بپذیرید. میخواییم معنای واقعی روح بودن رو درک کنیم و ببینیم چطور این آگاهی میتونه زندگیتون رو تغییر بده. ذهن، بدن و دنیای فیزیکی که توش زندگی میکنیم فقط یه بخش از یک تجربه عمیق‌تر و جاودانه هستن. در زندگی روزمره خیلی راحت توی این توهم گم میشیم که فقط همون بدنمون هستیم. هر احساسی که تجربه میکنیم فکر میکنیم این خود واقعی ماست، ولی وقتی عمیق‌تر نگاه کنیم میفهمیم که بدنمون با اینکه ملموس و آشناست فقط یک وسیله موقتیه که روح ازش استفاده میکنه تا با دنیای فیزیکی ارتباط بگیره. مثل یک مسافری که برای عبور از اقیانوس به یک کشتی نیاز داره، بدن هم فقط ابزاری برای این سفره، نه خود واقعی ما. روح از بدن برای حرکت در دنیای زمینی استفاده میکنه، اما چرا از همون لحظه تولد اینقدر با این وسیله موقتی یعنی بدنمون همزاد پنداری میکنیم؟ به ما یاد دادن که بدنمون رو مرکز هویت خودمون بدونیم، انگار که تمام واقعیت ما همینه. وقتی احساس گرسنگی میکنیم، درد میکشیم یا سردمون میشه یا لذت میبریم، این تجربه ها باعث میشه فکر کنیم فقط همون جسمی هستیم که در آینه میبینیم. افکار، احساسات و تجربه های فیزیکیمون این توهم رو ایجاد میکنن که ما تنها همون چیزی هستیم که در بدنمون تجربه میکنیم. در واقع بدن فقط یک وسیله است که ما برای تجربه جهان ازش استفاده میکنیم. سفر معنوی یعنی درک این که بدن موقتیه و باید از همزادپنداری محدود با اون فراتر بریم. بدن یک ابزار برای تجربه زندگی در دنیای مادیه که به روح ما فرصتی برای رشد و تکامل میده. اما وقتی کسی به هویت بدن چسبیده، فرصت ارتباط با ذات واقعی خودش رو از دست میده و افکار و احساسات بدن دیدگاه روح رو کدر میکنه. این باعث میشه که توی یک دید محدود از خودمون گرفتار بشیم و نتونیم حقیقت بزرگتر خودمون رو ببینیم. بدن رو مثل لباسی که در طول زندگی میپوشیم و تغییر میکنیم در نظر بگیر. ما بدنمون رو زندگی میکنیم و تجربه میکنیم، اما مثل لباس هایی که یه روز خراب میشه و دیگه نمیپوشیم، بدن هم یک روز فرسوده میشه و باید کنار بذاریم. هر بار که روح توی یک بدن جدید میاد، فرصتی برای یادگیری و رشد پیدا میکنیم، ولی خود روح تغییر نمیکنه. روح همیشه ثابت و ابدیه، در حالی که بدن یک چیز موقتیه و فقط یک مرحله از سفر ماست. ما معمولا به بدن و ذهن چسبیدیم چون ملموس و قابل درکترن. ذهن همیشه دنبال چیزهایی میگرده که بتونه لمس کنه و بفهمه. احساسات و افکارمون با هم قاطی میشن و یک تجربه میسازن که خیلی واقعی به نظر میرسه. وقتی میگیم عصبانی هستم یا خوشحالم،
اینها بیشتر از همزاد پنداری با بدن و واکنش های اون به وجود میاد. اما وقتی میگیم غم یا عصبانیت داریم، واقعا چه داریم تجربه میکنیم؟ شاید اینها فقط حالات موقتی بدن باشند که به مرور تغییر میکنند. احساسات و افکار مثل مسافرانی هستند که به بدن میان و میرن، ولی اون آگاهی که اینها رو میبینه همیشه ثابت و بدون تغییر میمونه. این آگاهی همون چیزیه که ما رو فراتر از احساسات و واکنش‌های جسمانیمون قرار میده. چالش اصلی اینجاست که ما گاهی فکر میکنیم فقط همین بدنیم و این باعث میشه که دیدمون از واقعیت محدود بشه. وقتی فکر میکنیم که ما همین جسم هستیم، نمیتونیم فراتر از حواسمون ببینیم و در نتیجه توی یک دنیای مادی و محدود گیر میکنیم. این باعث میشه که درک نکنیم که ما موجودات ابدی هستیم که فقط یک تجربه موقت داریم. وقتی بفهمیم که بدن فقط یک وسیله برای تجربه این دنیای فیزیکیه، زندگیمون کاملا تغییر میکنه و دیگه درگیر ظاهر و محدودیت‌های جسمی نمیشیم. حتی مشکلات جسمانی میتونن فرصت خوبی برای رشد روح باشن. وقتی به این درک برسیم که بدن فقط یک وسیله است، میتونیم با دید وسیع‌تر و حکمت بیشتری زندگی کنیم، چون میفهمیم که همه چیز محدود به همین دنیا نیست. وقتی به جلو میریم متوجه میشیم که اون چیزی که ما هستیم چیزی نیست که از طریق حواسمون میفهمیم. ما چیزی خیلی عمیق‌تر و پایدارتر از این حواس و تجربیات جسمانی هستیم. وقتی این درک رو پیدا کنیم خیلی چیزها تو زندگیمون تغییر میکنه. وقتی فکر میکنیم که ما فقط بدن خودمون هستیم، یه سوال اجتناب ناپذیر پیش میاد. اگر من جسم نباشم پس من چی هستم؟ پاسخ این سوال تو ذات واقعی شما نهفته است. شما روح هستید و این روح آگاهی خالص و حضور ابدیه که هیچ حد و مرزی نداره. به عبارت دیگه، در حالی که جسم موقتیه، روح نامتناهی و بی‌پایانه. روح در خالص‌ترین شکل خودش یک میدان از آگاهی است که نه شکل داره، نه سن و نه محدودیت زمانی. از قدیم سنت‌های معنوی در سراسر جهان به این موضوع اشاره کردند. مثلا در مصر باستان اعتقاد بر این بود که روح یک اصل حیاتیه که فراتر از مرگ فیزیکی وجود داره و سفر خودش رو در زندگی پس از مرگ ادامه میده. در هندویسم مفهوم آتمن به عنوان روح یا خود واقعی شناخته میشه، یک جوهر ابدی که فراتر از ماده و ذهن و به طور مستقیم به جهان و هستی متصله. در بودیسم هم از حالتی به نام روشنگری صحبت میکنن، جایی که خود از بین میره و آگاهی خالص بدون محدودیت‌های ذهن و بدن تجربه میشه. در این حالت فرد از محدودیت‌های شخصی فراتر میره و به یک آگاهی عمیق‌تر و بی‌مرز دست پیدا میکنه. بسیاری از آموزه‌ها به ما یادآوری میکنن که وقتی از آگاهی ناب صحبت میکنیم، روح فراتر از هر مفهوم زمانی و مکانیه. این بخش از ما همیشه وجود داره، اما به ندرت در وسط افکار، احساسات و تحریکات حسی که ذهنمون رو مشغول میکنه متوجهش میشیم. آیا تا به حال تجربه کرده اید که افکار خودتون رو مشاهده کنید یا متوجه بشید که دارید احساساتی رو که خودتون هم میبینید تجربه میکنید؟ این همون آگاهی خالصه که با هیچ کدوم از اون افکار یا احساسات شناسایی نمیشه. این آگاهی فراتر از همه تجربه هاست و تنها زمانی که از این تجربه ها فاصله بگیریم میتونیم اون رو ببینیم. آگاهی خالص تغییر ناپذیره، حتی وقتی ذهن، بدن و دنیای اطراف ما دائم در حال تغییره. مهم اینه که خودمون رو به عنوان این روح بشناسیم. این آگاهی ناب به ما کمک میکنه تا درک بهتری از معنای واقعی زندگی پیدا کنیم. چون وقتی خودمون رو فقط به عنوان یک بدن میبینیم، تجربه‌مون از زندگی محدود به ترس از مرگ و کشمکش‌های دنیای مادی میشه. اما وقتی خودمون رو به عنوان روح میشناسیم، شروع به تجربه آزادی بی‌پایان میکنیم. در اون لحظه میفهمیم که دیگه هیچ موانعی مثل زمان و مکان وجود ندارن. اینکه ماهیت واقعی شما نمیتونه محدود به چیزی باشه. مهم نیست که چند سال زندگی کنید، روح شما همیشه دست نخورده و جاودانه باقی میمونه. وقتی شما شروع به دیدن خودتون به عنوان آگاهی ناب میکنید، نگرانی ها و مشکلات دنیوی که قبلا اهمیت زیادی داشتن تبدیل به یک تجربه موقت میشن، چون میفهمید که اینها فقط بخشی از تجربه هستن که روح شما انتخاب کرده تا اون رو تجربه کنه. روح اینجا هست تا مشاهده کنه و تجربه داشته باشه، اما هیچ وقت به هیچ چیزی محدود نمیشه.
وقتی با این طبیعت بیپایان همزاد میشید، درهای جدیدی به روی زندگی باز میشه که بر اساس شفافیت، آرامش درونی و درک این که شما خیلی بیشتر از چیزی هستید که تو آینه میبینید. وقتی بفهمید که شما روح هستید و نه فقط یک بدن، این اولین قدم به سمت آزادی واقعیه. وقتی درک کنید که دیگه محدود به بدن، ذهن یا شرایط نیستید، در یک حالت آگاهی گسترش یافته زندگی میکنید که توش هر چیزی ممکنه، چون از طبیعت واقعی خودتون که نامحدود و جاودان است عمل میکنید. این دیدگاه به شما اجازه میده که زندگی رو از یک زاویه متفاوت ببینید، جایی که هیچ محدودیتی وجود نداره و همه چیز از اعماق روح و آگاهی شما میاد. ما معمولا زندگی و مرگ رو به عنوان وضعیت‌های موقتی میبینیم، اما روح نه متولد میشه و نه میمیره، بلکه همیشه در حال حرکت بین اشکال مختلف زندگیه. این درک میتونه یک آرامش عمیق به همراه بیاره، چون میفهمیم که ذات ما هیچ وقت نابود نمیشه. وقتی بفهمیم که روح جاودان است، یک سوال پیش میاد. وقتی روح ابدیه، بین انتقال از یک جسم به جسم دیگه چه میکنه؟ این سوال ما رو به یه ایده عمیق و باستانی تناسخ میرسونه، جایی که روح از یک بدن به بدن دیگه منتقل میشه تا تجربه های جدیدی به دست بیاره و در مسیر تکامل خودش حرکت کنه. زندگی که الان داریم فقط یک فصل از یک داستان خیلی بزرگتره که فراتر از اون چیزیه که میتونیم ببینیم یا به خاطر بسپاریم. تناسخ فقط یک چرخه از تولد و مرگ نیست. خیلی ها اعتقاد دارن که تناسخ در واقع وسیله یه که روح از طریق اون تکامل پیدا میکنه. با هر زندگی جدید روح تجربه جدیدی پیدا میکنه، با چالش های خاص خودش روبرو میشه و فرصتی پیدا میکنه که درس های عمیق تری بیاموزه. روح با موقعیت های روبرو میشه که به رشد و درک عمیق ترش از واقعیت کمک میکنه. اما چرا روح به این کار نیاز داره؟ برای داشتن زندگی های خوب و معنادار، به نظر من جواب این سوال در چالش هایی است که هر تجسم جسمانی به همراه میاره. این چالش ها بستری مناسب برای رشد معنوی فراهم میکنن، چون زندگی پر از تضادهایی مثل شادی و غم، نور و تاریکی، موفقیت و شکسته. همین تضادها به طور دقیق چیزی هستن که روح رو در مسیر تکامل هدایت میکنن، مثل عضلی که برای قوی تر شدن به مقاومت نیاز داره. روح هم برای رشد و گسترش آگاهی خودش به چالش‌های زندگی فیزیکی نیاز داره تا در عمق خودش شفقت و قدرت رو توسعه بده. در یک زندگی ممکنه روح در حال یادگیری صبر باشه و در زندگی دیگه در حال یادگیری بخشش، یا حتی در بعضی زندگی‌ها ممکنه صرفاً در حال تجربه زیبایی و آرامش درونی باشه. هر چیزی که در زندگی پیش میاد، از لحظات بزرگترین شادی ها تا بزرگترین درد ها، هدفی در تکامل روح داره. این چالش ها باعث میشن ما رشد کنیم و عاقل‌تر بشیم. اغلب چالش های دردناک‌ترین همون هایی هستن که بزرگترین پیشرفت ها رو در آگاهی به همراه میارن. این سفر رشد مثل یک مارپیچ رو به بالاست. وقتی روح دوباره تجسم پیدا میکنه، با خردی که از زندگی‌های گذشته به دست آورده به دنیا میاد. هرچند ممکنه خاطرات این زندگی‌ها برای ذهن خودآگاه قابل دسترسی نباشه، ولی جوهر و آنچه که از این زندگی‌ها یاد گرفته شده عمیقاً در روح در سطح ناخودآگاه حک میشه. این خرد تأثیر زیادی روی تصمیمات، تمایلات و واکنش‌هایی که در زندگی فعلی داریم میذاره. به همین دلیل تجربیات گذشته نحوه زندگی و انتخاب‌های ما رو شکل میده و از همین روز که معنای زندگی فعلی ما از جنبه‌های معنویش تحت تأثیر این یادگیری‌هاست. سنت‌های مختلف در سراسر دنیا در مورد این چرخه تناسخ و نقش اون در رشد معنوی صحبت می‌کنند. در هندویسم به عنوان مثال از سامسارا صحبت می‌کنند، چرخه بی‌پایان تولد، مرگ و تولد دوباره، که تنها زمانی به پایان میرسه که روح به روشنگری برسه. در بودیسم هم مفهوم مشابهی وجود داره، ولی تاکید بیشتری بر روی کارما هست، یعنی اعمال و نیت‌هایی که شکل دهنده تجسم‌های آینده ما هستند. برخی سنت‌ها میگن که هر تناسخ فرصتیه برای جبران و رشد، جایی که ارواح برای تصحیح اشتباهات گذشته و کسب فضایل دوباره به دنیا میان. ما همکنون در این زندگی هستیم، اما این نه اولین زندگی ماست و نه آخرینش. روح به زندگی بعد از زندگی ادامه میده تا زمانی که به یک حالت تحقق معنوی کامل برسه.
هر تجسم فصل جدیدی از این سفر بی پایانه و در هر زندگی چالش های جدیدی پیش میاد که به رو این فرصت رو میده تا رشد کنه و تکامل پیدا کنه. نقطه جالب اینجاست که هرچند هر زندگی با زندگی دیگه فرق داره، ولی در اصل همگی در حال پیشرفت و تکاملن. رشته ای که همه چیز رو به هم متصل میکنه یادگیری معنویه. زندگی ما تصادفی نیست، بلکه توسط روح با دقت سازماندهی شده. روح شرایط و چالش هایی که با اون مواجه میشه رو بر اساس درس هایی که نیاز داره انتخاب میکنه. قبل از اینکه به دنیا بیایم روح میدونه که چه تجربیاتی در انتظارشه و حتی اگر چالش ها در لحظات زندگی سخت و غیر قابل تحمل به نظر بیاد، اونها برای تکامل و رشد ما انتخاب شدن. وقتی که این دیدگاه رو پیدا کنیم، چالش ها رو در نور متفاوتی میبینیم. مشکلات زندگی دیگه سنگین و سخت به نظر نمیرسن، چون میفهمیم که آنها بخشی از یک سفر بزرگترن. سفری که روح برای تکامل و رشد خودش داره طی میکنه. هر مانع ما رو قوی تر میکنه، هر شکست به ما درس میده و هر پیروزی ما رو به هدف نهایی نزدیک تر میکنه. زمانی که رشد معنوی شروع میشه، روح به ماهیت بیپایان خودش و جایگاهش در جهان آگاه تر میشه. یک درک عمیق از این پیدا میکنیم که چالش ها نه موانعی در مسیر معنوی ما هستن، بلکه خود مسیرن. مثلا زمانی که با درد، شکست یا بیماری روبرو میشیم، واکنش اولیه ممکنه درد یا مقاومت باشه، اما وقتی این لحظات رو از زاویه تکامل معنوی نگاه کنیم، میبینیم که پشت این درد دعوتی برای رشد و گسترش ویژگی هایی مثل صبر و شفقت وجود داره. در واقع سخت این لحظات لحظاتیه که ما رو مجبور میکنن تا فراتر از واکنش های خودکار بدن و ذهن بریم و به اعماق روحمون رجوع کنیم، جایی که قدرت واقعی ما در اون قرار داره. زندگی یک چرخه پیوسته است که شامل فراد و نشیب ها میشه. ما میتونیم از این چرخه فرار کنیم، اما میتونیم یاد بگیریم که با حکمت در اون حرکت کنیم و چالش ها رو به عنوان فرصتی برای رشد و گسترش روحمون ببینیم. چالش ها نه تنها ما رو تقویت میکنن، بلکه ارتباط ما رو با انرژی حیاتی جهانی که در همه چیز وجود داره هم تقویت میکنن. زمانی که با لحظات سخت روبرو میشیم، شدت تجربه میتونه درهایی رو برومون باز کنه که ما رو عمیق‌تر با این نیروی حیاتی ارتباط بده. به نوعی چالش ها موانعی رو که ما رو از این انرژی جدا میکنه میشکنن. در این سفر معنوی ما به شانس گسترش و پیشرفت دست پیدا میکنیم. وقتی چالش ها رو به عنوان بخشی از مسیر زندگیمون بپذیریم، با غلبه بر هر مانع آگاهیمون نسبت به تکامل خودمون بیشتر میشه. روح نه تنها قدرت بیشتری پیدا میکنه، بلکه درک بهتری از هدفش هم پیدا میکنه. چالش ها به ما همدلی، اعتماد و درس‌های مهمی رو یاد میدن که تنها در سختی ها به دست میاد. به جای اینکه از مشکلات بترسیم، بهتر آنها رو به عنوان اجزای اساسی زندگیمون در آغوش بگیریم. با غلبه بر چالش ها، ارتباط خودمون با روح و جهان تقویت میشه. روح در ابعاد چنگانه واقعیت عمل میکنه و از محدودیت های جسم و زمان فراتر میره. این ابعاد چنگانه به این معنیه که در حالی که ما در زندگی روزمرهمون زندگی میکنیم، بخش هایی از وجود ما ممکنه با واقعیت های فراتر از آنچه حواس فیزیکی ما درک میکنه مرتبط باشه. پیچیدگی روح ما نشان میده که وجود فیزیکیمون فقط بازتابی از چیزی بزرگتره. آگاهی ما به سطوح مختلف گسترش پیدا میکنه و ما رو به واقعیت معنوی مرتبط میکنه که بر وجود ما تاثیر میذاره. فهمیدن این که ما روح‌های چند بعدی هستیم تنها آغاز راه ماست. وقتی به این درک برسیم، دیدگاهمون درباره زندگی تغییر میکنه. تمرین‌های معنوی مثل مدیتیشن و ذهن آگاهی به ما کمک میکنن تا با ذات واقعیمون ارتباط برقرار کنیم و حواس پرتی‌های جسم رو خاموش کنیم. این کار باعث میشه زندگی در زمان حال به زمینه ای از احتمالات تبدیل بشه. هر لحظه از زندگی معنای جدیدی پیدا میکنه و با این درک متوجه میشیم که قدرت واقعیمون در توانایی مشاهده، انتخاب و عمل از سکون روح، نه از تلاطم جسم. اگر این ویدیو براتون جذاب بود، لطفا لایک کنید و در کانال ما عضو بشید. این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بذارید تا آنها هم از این پیام بهره مند بشن. نظرات و تجربیات خودتون رو هم با ما به اشتراک بذارید. مراقب خودتون باشید و به زودی دوباره همدیگر رو خواهیم دید.